دادگاه بحرین دو تن دیگر از معترضان بحرینی را با اتهامهای های به اعدام حبس ابد و لغو تابعیت محکوم کرد. دادگاه کیفری عالی بحرین با ادعای دست داشتن این دو جوان در یک انفجار تروریستی در روسای الاکر این کشور متهم ردیف اول و دوم این پرونده را به ترتیب به اعدام و حبس ابد و هر دو را به لغو تابعیت محکوم کرد. دادگاه همچنین هفت نفر دیگر این پرونده را به سه سال حبس محکوم کرد. لازم به یادآوری است متهم ردیف دوم این پرونده که جوانی سی و یک ساله به نام حسام جاسم الهایکی بود پس از شکنجه شدید از سوی نیروهای آل خلیفه به شهادت رسید. در خبری دیگر به گفته فعالان اجتماعی نیروهای آل خلیفه شیخ حسین السطری از سخنرانان حسینی بحرین را بازداشت کردند. چین ذکر از حکومت بحرین به شدت در حال سرکوب حرکت مردمی است و هیچ اعتراضی را نمیپذیرد و حتی اعتراضات مسالمت آمیز را با خشونت سرکوب می کند و با بازداشت شیعیان انواع اتهامات را به آنها نسبت می دهد.